ایمنترین کشورها در زمان وقوع جنگ هسته‌ای کدام است؟ در اواخر جنگ جهانی دوم بود که آمریکا در تلاشی برای پایان جنگ از بمب اتم علیه ژاپن استفاده کرد. عواقب استفاده از بمب اتم اونقدر شدید بود که از اون زمان تا الان همیشه ترس شروع یک جنگ جهانی اتمی بشر رو آزار داده. از طرفی با اوج گرفتن تنش‌های بین غرب و روسیه در جنگ اوکراین، بعضی کارشناسان نسبت به شروع یک جنگ جهانی خانمانسوز هشدار دادن. حالا اگه روزی یک جنگ جهانی اتمی رخ بده، امن‌ترین کشور جهان کدام است؟ همراهان تکسون تی وی سلام. اگه می‌خواید بدونین که ایمن‌ترین کشورها در زمان وقوع جنگ هسته‌ای کدوم کشورها هستن، این ویدیو رو از دست ندیم. ولی قبل از تماشای ادامه ویدیو ازتون می‌خوایم لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید تا اولین نفری باشین که ویدیوهای جدید ما رو می‌بینه. انفجار هسته‌ای چه شکلی است؟ انفجار هسته‌ای با یه ابر مثل قارچ شروع میشه، ولی عواقبی که این شکل نسبتاً زیبا داره میتونه فاجعه آمیز باشه و ممکنه بعد از اون دیگه جنبنده‌ای روی زمین وجود نداشته باشه. اولین انفجار هسته‌ای میتونه انفجارات بعدی رو به صورت تلافی جویانه در پی داشته باشه. اگه این انفجارات به مدت یک هفته ادامه داشته باشن، زمین زیر ابری از دود و گرد و غبار مدفون خواهد شد. سناریوهایی برای جنگ‌های هسته‌ای. سناریوهایی که برای جنگ‌های هسته‌ای در نظر گرفته میشن جدید نیستن و از وقتی که آمریکا و شوروی وارد دوره جنگ سرد شدن، امکان وقوع آخرین جنگ یا مادر جنگ‌ها روی زمین وجود داشته. الان ما اطلاعات بیشتری در مورد اثرات وجود ذرات میکروسکوپی در اتمسفر بر روی کشاورزی داریم. بعضی از این اثرات میتونن برای همیشه باقی بمونن. اخیراً گروهی از دانشمندان با استفاده از آخرین داده‌ها در مورد محصولات کشاورزی و منابع غذایی دریایی 6 سناریو رو برای وضعیت بعد از جنگ هسته‌ای و نحوه تأمین مواد غذایی پیش بینی کردن. اگه وقوع یکباره جنگ جهانی رو کنار بذاریم که میتونه صدها میلیون نفر رو در یک لحظه از روی زمین نابود کنه، نرخ مرگ و میر در اثر کمبود مواد غذایی ناشی از جنگ‌های هسته‌ای هم میتونه باعث نابودی جمعیت زیادی از ساکنین زمین بشه. در پی جنگ‌های هسته‌ای چه اتفاقی می‌افتد؟ محققین پیش‌بینی کردند که در صورت وقوع جنگ‌های هسته‌ای، وضعیت آب و هوا به دلیل اضافه شدن دود و گرد و خاک به اتمسفر زمین می‌تونه تغییر کنه. اونها با صحیح فرض کردن این پیش‌بینی، در مرحله بعد نرخ تولید مواد غذایی توی این شرایط رو تخمین زدن. نتایج به دست اومده خوشایند نیست. به عنوان مثال، اگه جنگ فقط بین هند و پاکستان رخ بده، 5 میلیون تن ذره گرد و غبار و دود وارد اتمسفر زمین میشه. برای مقایسه بد نیست بدونید که آتش سوزی های وحشتناک سال 2017 در کالیفرنیا و سال 2019 توی استرالیا در مجموع باعث ورود 1 میلیون تن ذره به اتمسفر زمین شدند. در نتیجه ورود این حجم از دود و گرد و غبار به اتمسفر زمین، کالری در دسترس برای ساکنین زمین 8% کمتر میشه و در سالهای بعد از این واقعه 255 میلیون نفر دچار قحطی میشن. جنگ روسیه و آمریکا باعث ورود 150 میلیون تن ذره اضافه به اتمسفر میشه و این موضوع باعث از بین رفتن 3/4 کالری در دسترس ساکنین زمین میشه. ایمن‌ترین کشورها در زمان وقوع جنگ هسته‌ای. محاسبات دانشمندان نشون داده که کشورهای نزدیک به استوا کمترین آسیب رو از این وضعیت می‌بینن و فقط 10% کالری در دسترس اونا از بین میره. از طرف دیگه استرالیا هم به خاطر داشتن گندم تولید فصل بهار آسیب کمتری از این وضعیت می‌بینه. نیوزلند کشور دیگه یکی از جنگ هسته‌ای آسیب نسبتاً کمی می‌بینه. به پایان این ویدیو رسیدیم. حالا شما به ما بگیم به نظرتون چجوری میشه گرمایش جهانی رو محدود کرد؟ خوشحال میشیم نظرات و دانش‌های خودتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتیم با لایک و معرفی اون به دوستانتون از ما حمایت کنین. ممنون که با ما همراه بودین.